بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. در شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بهترین کار را دارم در دید حق تعالی احسن اعمالن در دید تعالی ذل سعی و فی الحیات دنیا هستند، اما در دید خودشون بهترین کاره. اونی که این بهترین کار ببینه حق تعالی بدترین کار میبینه. خب اگر انسان به این وادی رسید آن که خدای عالم میگه اخسرین اعمال این بهترین کار ببینه، خب به دیدش دنبال همین بهترین راه میفته، همین رو انجام میده و هرچی بره جلوتر در دفتال اخسره، به هر اقدامی بدبختر، حلاکت رو بیشتر، خسران رو زیادتر میشه. بر این که باز جریان بهتر جا میفته زیل همین آیه 104 از سوره کهف چند تا روایت داره در تفسیر نور الثقلین جو جلد سوم زیل همین آیه رو ملاحظه کنید. یه روایت اینه: قام ابن الکوا، ابن کوا از اون افرادی است که دل آقای خیلی به درد می‌آورد، قام الى امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، ان قول الله نزد حضرت اومد. از همین آیه 104 سوال کرد که یار امیر المؤمنین این که داره که بل اخسین اعمال اینا کی هستن؟ قال اما فرمودن که اولائک اهل کتاب، اینا اهل کتاب هستن. در یک نقل داره الیهود و نصارا، علما یهود هم علما نصارا هستن، در کتاب اونها بشارت پیغمبر خاتم داده شد، محل بشارت، جای ظهور حضرت، همه اینا بوده. اونا اینها رو آمدن برای مردم بیان نکردن، کفر و ربهم به خداوندشون کافر شدن، بر تبع و فی دینهم در دینشون دست بردن، بدعت کردن، به مردم حق رو نگفتن، اون آیات رو جودی معنا کردن. فحبتت اعمال، خداوند تمام اعمالشون رو عدم همه رو باطل کرد. تا این جمله اهل یهود و اهل نصارا، جمله آخر و ما اهل نهر من هم ببری، اهالی نهروانم از این موضوع خیلی دور نیستن.
اینا هم مال همین آیه هستند. اهل النهر، نهروانی ها، اینا کیا بودند؟ خدا لعنت کنه اینا رو. پیشانی ها مهر گرفته، از سجده های زیاد پیشانی ها پیله بسته، سر زانوها پیله بسته، هر دو ماسه ما با قیچی این پینه ها رو میتراشیدن که خیلی پینه ها تابلو نشه. بعدی حافظ قرآن، اهل دلشن، با همه اینها، اما علی کش و جنگ با حضرت امیر، لا اله الا الله، اینا همینا هستن. خدا لعنت کن ابن ملجم رو. ستایی با همدیگه در کنار کعبه هم قسم میشن، سینا رو به کعبه میچسبونن که ما تا هر سه این کار نکنیم آرام نگیریم. برای نجات اسلام، برای نجات قرآن، نجات دین خدا، باید سه نفر کشته بشن. ما سه نفر، این قتل این سه نفر رو به عهده بگیریم. یکی بره برای مصر امرآس رو بکشه، یکی بره برای شام مالیه رو بکشه، یکی بره برای کوفه حضرت امیر رو بکشه. این دین آنچنان برگشت که میگه قتل علی باید انجام بشه برای نجات اسلام و قرآن. اگر اسلامی موند، اگر قرآنی موند، اگر دینی موند، اگر معرفتی موند، اگر چیزی از حق موند، به زحمات این اول مظلوم عالم بود. دین آنچنان برگشت، یه برای نجات اسلام باید حضرت رو بکشی. آمد و اون دوتا نانجیر توی کار موفق نشدن. این مکونه در مسجد کوفه اون ضربت رو به عالم اسلام زد. خود دید اینجور برمیگرده. جور داغ مسیحی، یه مسیحیه، خیلی با اسلام کار نداره. مکتب مسیحیته، یه کتاب می‌نویسه، علی صوت العدالت الانسانیه، علی فریاد عدالت انسان ها، این نام کتابشه. توی کتاب یک جمله خیلی زیبا داره، میگه کار به اونجا میرسه، انسانی میاد در ماه خدا، ماه رمضان، در خانه خدا، مسجد، حجت خدا، علی رو میکشه برای رضای خدا. آدم به این دید برسه برای رضای خدا، باید حجت خدا را کشت. این همون اخسرین اعمال هست. خب اینه برای ما درس نیست؟ حالا یه بار کسی مقامات از امیر را انکار میکنه، این باید کشت این انسان رو. یه بار در محل پایین تر مقامات معنوی رو انکار میکنه، میگه این راه باطله، این مسیر باطله. خب منطقه از اون کسی را که حضرت امیر میکشه، این کسی را که مقامات انکار میکنه، در مجموع دست ما یه قاعده کلی میاد. اگر انسان امری را قبول نداشت، انکار اون امر میکنه. خب این مسئله متعدد داره، افراد متعدد داره. بینی بین الله، عزیزان من، نگاه به من بیچاره نکنید، به سوالم دقت کنید. تا بحث دیشب و بحث این محرم ما این بیست و خوردی شکل شبی سی یکم هست در باره اون برکات باطنی نماز باشه. ما این نکاتی عرض کردیم خود و خدا، چون بحثیان میدونستید یقینا نه. تازه متوجه، عجب، نماز این آدم هم داره، این اسرار هم داره، این ملکوت هم داره. خود وقتی نمیدونستید دنبالش هم نبودید و بگه همین نماز رو داره میخونیم و یه وضوع و رو به قبله و یه قیام و قعود و یه سلام آخرش دیل. نه، اینا همه پوسته است، یه غشته، یه چیزی عجیب به دنبال خواهد تا من نبینه که دنبالش نگیرم. حالی با جهل انسان،
به اصل مطلبه که نمیدونه با جهر مرکبه قبول نداره. نتیجه هر دو واحده که دنبال نره. نگه به آیات قرآن کنید، لا اله الا الله، این نهروانی ها چقدر ضربه زدن، خدا لعنتش کنه انشاءالله. چقدر با اینا صحبت کرد در قضیه جنگ صفین، من حکمیت چقدر آقا با اینا حرف زد، من یک کار به حکمیت کشید، این من اون امراست و به نیزه ها برد. آقا جنگ نه، حکمیت از طرف معاویه امراست داد، این ور فهمودن که حریف امراض مالک اشتر، این گول نمیخوره، گوه مالک اشتر نه، ابن عباس بره، اینم نه، گوه من دیگه حرفی ندارم. ابو موسای اشعری آدم خلی سواد ساده نه را اووردن در بار امراضی مثل گرگ، مثل روباهی نگره. آه این اشعری حریف نیست، این راحت گول میخوره، این دمه اون ندی، گفت نظرم این ملاغیر آن که حضرت امید مالگش در بیان کردن خطر را گفتن احدی زیر ما رو نرفت. اشعری صادقه نفق اومد میدون، همون راحت کل پاش کردن. حالا که نخجی بنگه یا علی باید توبه کنی. من توبه کنم از چی؟ چرا اشعری آمد بینه؟ مگه نگفتم یا ما نفهم تو که ماده ما نشدی؟ دل که مریضه زیر بار میمیره. دوباره با علی جنگ که چطور ماده نشدی؟ مگه نبود کمکرهای آمیخته شما که علی قبول نکنی همینجا با تو میجنگی؟ یه ملعونی از این نهروانی ها که برام یکی از عزیزان نقل کرده بود، در یه باقی بود، این باقه باقه ظاهرا سیب بود، یه نهری از باغ بیرون می اومد، یه زنی داشت می رفت حامله بود، نابود از زن وایسی می رفت، گفت چیکار دارید؟ گفت تو با علی هستی یا مقابل علی هستی؟ گفت من با حضرت امیرم. گفت زن از علی دست بردار. گفت علی جان منه، علی مولای منه، علی حجت خدا بر منه. گفت که زن میکشیمت، دست بردار. گفت بکشیم جان فدای امیر المومنین. آمدن زنه را کشتن، شکم زنه را پاره کردن، از شکم بچه را در آوردن، او رو هم گردن زدن، که محب علی باید نابود شد. شمشیر شد خونی، در همین نهر بردن که با آب در شمشیر رو بشورن، یه سیب نیست پوسیده از این نهر میاد بیرون، اون نفر اول سیب داره میاد ول میکنه، شمشیر شستن رو این سیب رو میگیره، ترس حالم رو میشوره، یه گاز بزنه بخوره، این نفر بعدی یه نگاه با تعجب و که اکلت مال الغیر به غیر اذنه، تو سیب رو همجور خوردی از صابه اذن نگرفتی، همین الان دو تا شکم پاره کرد از نمیخواست، این سیب نسوسید از میخواست، حالا گیرم مادره گناهکار بود، بچه شی بوده گناهکار بوده، اگر دی برگرده آدم راحت میکشن، تو سیب نسوسیده تقوا به خرج میده، واجب را ترک میکنن، تو مستحبات مسلمان میشن، همه ما انجام میدن، تو مکروهات با تقنا میشن، نکبت میده، مشکل اینجاست. خانه که باید قرآن کنید، من چند آیه رو براتون بخونم، فهم رو براتون معنا کنه، کنید این حرف ها از صدر اسلام هم بود، تازگی نداره. آیات اول سوره بقره، هم آیات اول، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، بعضی دیگه ما به خدا ایمان آوردیم، به قیامت ایمان به این ادعا شده، اما خداوند و ما هم به مؤمنین، نه اهل ایمان نیست، دروغ دارن میگن، ادعا میکنن خوش نیست، یخادعون الله و
والذین آمنوا، دم از ایمان میزنن اما همه حرفاشون خود و مکر بر اهل ایمان. خب این رو زمین میزنن فرم بودن که وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، این با این چاه کردن تو چاه خودشون میندازن. من حفر بئرن لأخی وقع فی، چای کندی خود تو این چاه میفتی، حالیشون نمیشی. یا فی قلوبهم مرض، اینا مریضن، فزادهم الله مرضا، خدا بیماری اینها رو با اعمار چه زیادتر میکنه. فلهم عذاب علیم به مکان و یک زبون، به تکثیر اینها عذاب سنگین داره. این جمله محمد دقت کنید، این به امروز ما نمیخوره، بینی بین الله و اداقین لهم، میگه ای فلان یا فلان این گروه این حزب، لا تفسدو فی الارض، تو زمین چرا فساد میکنید؟ قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلبیم، فساد نمیکنیم. مثل که اصلاح طلب اون موقع هم بودن فکر کنم که هر کجا اینا پیدا بشن جز شر چیزی بارشون نیست. زمان اسلام بودن، ما اصلاح طلبیم، اصلاح طلبان هستیم ما. لا 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 اینا چی گردی بودن خدا میدونه. الا انهم هم المفسدون، اینا بیشه فسادن، لیکن لایجون حالیشون نیست، نمیفهمن. خدا کنید دید حق تعالی هم المفسدون، با هم تأکیده دید خودشون با اصلاح طلبی. تو همه ایران ما این اصلاح طلب ها چی ضربی به انقلاب زدن، به مردم زدن، به خون شهدا زدن، به اهداف امام زدن، چی ضربی اینا زدن. به قول بعضی انقلاب رو 50 سال به عقب بردن ضربات اینا. این فساد، این بیبندوباری، این فحشا از کی اومد جلو؟ مدعیان دروغین اصلاح طلب. حالا آگاه باشی انهم هم المفسدون، اینا ریشه فسادند، لیکن لایشکرون حالیشون نیست. به دید اینها اصلاح طلبیه، به دید خدا هم المفسدونه. الان ای حالت اگر مقامات معنوی رفت به انکار، مثلا به اینجا منجر میشه. پس تا اینجا بحثمون رو جمع بکنید چی گفتی؟ تا اینجا خلاصه کلام این شد، برای ورود به وادی طهارت نماز تطهیر قذارات ظاهری گام اول، بعد از این تطهیر قذارات باطنی گام دومه، بعد از این تطهیر قذارات قلبی گام سومه، و اصل اینه. اون دوتا مقدمه بود. یه مطلب، مطلب دوم این که مراد ما از تطهیر قذارات قلبی مراد اینه که دل از اغیار انسان خالی کن، آنچه توجه از غیر خدا هست انسان از این دل بیرون ببره. این نکته سوم بود. نکته بعدی این بود که اگر انسانی لایق این مقامات نیست، انکار مقامات نکنه. با این بیان امام ما یک تعبیر بعدی دارن، اون تعبیر بعدی رو عنوان دادن به مراتب طهور. حالا انسان آمد تو وادی طهارت، این مراتب طهورش چه مراتبی است؟ در اینجا امام فرمودن که تا انسان در این عالم دنیاست، عالم طبیعت، در تحت تصرفات هم لشکریان خداست هم لشکریان شیطانه، چون این دنیا دار تنازعه، هم ملائکه هستن هم شیاطین هستن.
لشکریان خدا در رأس هی ملاک هستند. اینها سفیران نور، رحمت، برکت، طهارت. لشکریان شیطان هم سفیران ظلمت، نکبت، حجاب، مصیبت هم. انسان که آمد در این ظرف دنیا در دو تا حجمه قرار داره، یک حجمه جنود الهیه، یک حجمه جنود ابلیسیه یا شیطانیه. این در معرض هر اوائل کار جنب نورانیت می چربه بر جنبه ظلمت. خوب دقت کنید، برای همین فرمودن که آیه قرآن فطرت الله الّتی فطر الناس علیها، ما باطن همه رو با این فطرت عجین کردیم که خدا طلب باشد. روایت کل مولودن یولد علی الفطره ولکان ابواه یهودانه او نصرانه او مجتانه. ما تمام افراد بر پایه فطرت، بلا پدر و مادر یهود باشند، نصارا باشن، مجوس باشن، این بچه بر این فطرت ما خلقش کردیم. حالا اگر این انسان در این دار تنازع، در این دار نزاع، جنود الهیه هست، شیطانیه هست، زمین اول کار فراهم در جنبه مثبت. اگر این انسان این جنبه مثبت رو بگیری بیاد بالا، اونقدر بیاد بالا، اونقدر اوج بگیره که اصلا نگذاره جنود شیطانیه در این حریم داخل بشه. اگر این کار را تونست انجام بده، صاحب مقام عصمت کبرا میشه. که این عصمت کبرا را به اصاله اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله این یک دانه عالم، این گل سرسبد عالم وجود صاحب اینه. اونقدر این عزیز عالم در این جنبه مثبت موفق بودن که به جنود شیطان ذره ای از ندادن در این حریم اقدس داخل بشن. سایر معصومی به تبع پیغمبر اکرم صاحب عصمت الهی شدند. پس پیغمبر اکرم صاحب عصمت مطلقه بالاصاله، 13 معصوم آبد صاحب عصمت الهیه به تبع پیغمبر اکرم و این الگوی عالم وجود. سایر انبیا بعضی ها یک لحظاتی، یک تصرفاتی از شیطان در اونها ول خطوره ول به طور اشارتن راه پیدا کرده بود. بعضی هاشون حضرت آدم سلام الله علیه، خب مقامش خیلی بالاست، پیغمبر خداست، حجت خداست، اولی حجت حق در روی زمینه، باطن نورانیه. اما وسوسه شیطان گرفت اونو برداری، همونقدر که او را شجره منهیه نهیش کرده که لا این شجره نزدیک نشو، اون گول وسوسه را خورد، دنبال این موضوع رفته، به همون مقدار در اون تصرفاتی بود، به همون مقدار که فملا تقرب ها به شجره و تکون هم نام دالمی به این درخته نزدیک نشید، از ظالم ها قرار میگیرید. فوسوسه لهم شیطان، وسوسه کردن نزدیک شدند و کار اونجا رسید که از اون باغ اینها رو بیرون کردن. اما عمل حرام نبود، تو مقام بالا از این حرفا منزه و مبراست، اما خیلی وسوسه آمد تو که معمول لعنت الله علیکم به امام رضا که چرا آدم از این موضوع بگه نهی بود ارتکاب کردن. آفرمودن که
خود آیه قرآن داره بقاس نمخما انی لخوا لمن الناصرین، شیطان قسم خورد که من شما را نصیحت میکنم، من خیرخواه هستم. حضرت آدم و حوا اصلا گمانشون نبود، تصور نمیکردن کسی به خدا قسم بخورد دروغ بگه، گمان نمیکردن. خداوند حالا این صحنه اوورد برای جنا جلو که ما به هر قسم شما اطمینان نکنید، این یه بار زمین خوردی برای درس باشه که دیگه بعدها چشم باز حرکت کنید. از گمان نمی کردن الان یه حاله یه تصرفاتی بود تو اونا. خب این تصرفات اگر اومد جلو با یه توبه قابل حل. حضرت آدم یه ترک اولا کرد و بعد با عشق و آه و ناله آنقدی رو شست و پاک کرد و تمام کرد. اما اگر انسان اون وسوسه هایی را که گام اول وسوسه است انسان به اشتباه میندازه، اگر انسان اینها رو دنبال کرد و اون جنود ابلیسی در این باهده کم کم نفوذ و کم کم راه پیدا کرد، آرام آرام بیاد جلو جان و قلب او را سنگر قرار میده. همون قلبی را که بنا بود ال قلب و حرم الله بشه، الا تسکن حرم الله غیر الله بشه، قلب شما حرم الهی است، در این حرم اعیار داخل نکن، اون شده حرم شیطان شد. اگر بشه حرم شیطان چطور عکس این؟ اگر قلب شد حرم الهی، فرمانده شد حرم خداوند، چشما از این حلیم فرمان میگیره، چشما عین الله میشه، گوش از این حرم فرمان میگیره، گوش اذان الله میشه، زبان از این حرم فرمان میگیره، زبان لسان الله میشه، دست از این حرم فرمان میگیره، دست ید الله میشه، حالا درست میشه به عکس، چشمانش چشمان شیطان میشه، زبانش زبان شیطانی میشه، دستش شیطانی، فکرش شیطانی، پاها شیطانی. چرا؟ چون در مرکز فرماندهی جانش شیطان مستقر شد. این اول کار نفوذ شیطان بوده، اما آرام آرام بر جان او مستقر میشه. وقتی بر جان او مستقر شد، در اعضا و جوانه او تصرف میکنه. و دید تصرف کرد، اعضا و جوانه حرکاتش به فرمان شیطان میشه. همون که بنا بود که اعضا را الهیه کنه، باز زدن جنود شیطانی درست شده به عکس، اعضا که شیطانی باز زدن جنود الهیه، از این رو به اون رفته. حالا کاری به کجا منجر میشه؟ آخر کار سوره روم آیه شماره 10، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا و کان بها یستهزئون. عاقبت گناهان زیاد کار به دو تا امر منجر، یک تکذیب آیات الهی، دو مسخره کردن آیات الهی. چرا انسان تکذیب آیات میکنه؟ چرا این انسان آیات مسخره به بازی و استهزا میگیره؟ چرا؟ به خاطر اینکه این صابخونه یک کسیه نه همه را منکره و اعضای او از این بره تبریت میکنن. پس اولین مرتبه تهور اینه که انسان بیاد ظاهر را از لوس حجوم جنود شیطان نگه تدیر کنه، گام اوله. و انشالله گام بعدی براتون از خواهم کرد. خدایا خیلی عمر افتکی رفت، خیلی خدا لعنت کنه اونایی را که دست ما را از اهل بیت کوتاه کردند. خدا لعنت کنه اونایی که علی را کنار دادند.
خط عوض کرده، جاهلان رو سر پست آورده، مظاهر علم خدا را کنار دادند. اگر اهل بیت بودن ما بدبختای بیچاره خدمت اهل بیت بودیم، کار به اینجا میرسید بعد 50 سال هنوز ندونیم نماز ظاهرش چی ملکوتش چیه، اینقدر بیچاره بودیم ما. اگر در معرفت رو وا میکردن اینقدر بدبخت بودیم که موی سفید سر کله ما رو بگیره نفهمیم اوضاع دست کیه. به نبود حضرت امیر سلام الله علیه بالای منبر با حسرت به این مردم دست بسینه اینه ها خدا لعی بچم ها اینجا داره علم موج میزنه، لو اصفت و لو حمله نمییابم کسی را که در برش با کنه. اینقدر بدبخت بودیم ما هیچی حالیم نشه، هی دور خودمون دور بزنیم. یعنی واقعا عزیزان من بعد 50-30 سال آن باید ما به اینجا میرسیدیم. ظلمی را که سقیفه بر اهل عالم کرد اصلا تصورش را ما در دنیا نمیتونیم بکنیم، ما نمیتونیم بکنیم. من حتی از ظلمی بر شخص خودم رفت خبر ندارم که سر من چی آوردند. من اگر بر من این ظلم نبود به کجا میرسیدم؟ حالا کجا هستم؟ من به خودم خبر ندارم که چقدر از این ظلم سقوط کردم. من خب از اهل عالم مطلع بشم که به عالم چی کردن اینا. عزیزان تو رو به شما رو به حق عوادل بر فرج ما خدا کنید، خدا به حق مادر زهرا فرج رو برسید، این عزیز عالم بیاد، این حجت خدا بیاد، این بین خلق و خالق واسطه بیاد، این مظهر علم خدا بیاد، این مظهر کرامت خدا بیاد. دست ما بدبخت های تو چال افتاده را بگیره، چیزی حالی مون کنه، نیاره به حق زربا اینجوری بخواد بمیریم. استخاذه کنید، از خدا بخواهید. من یه بار همینجا عرض کردم شما رو قسم نمیدم به هر کی معتقدید یک کار میگن به تو این کار انجام بده، ده ثانیه نمیگشه، مقید می بعد هر نماز واجب سر بر سجده 5 بار برای فرج آقا امانی و چی گیرید، شد همه 10 ثانیه نشه. اگه این جمع اگه 100 نفرن 105 تا میشه 500 تا، 5 بار نماز بخوریم میشه 2500 تا. خانوما اون بالا اینشان این کار انجام بدن، اونم اگه 100 نفرن پد روزی اقل 5000 امنی که بر فرج آقا گرفته میشه. این طول زمان چقدر اثر میذاره؟ چه تو این جمع یک زنی، یک مردی، یک پیری، یک جوان یه بار این دل بشکنه بگه امنی جیبال مستر از دل بگه، چه همونی که اثر کنه و بگه مهدی جان برو، این مردم خیلی بدبخت، باید از چیز بگیر، خیلی بیچاره. از خدا بخواهید، خدا به حق عبادتان ایشالا به ما بدبخت ها رحم کنه، با بیچاره ها رحم کنه، از ماها رو بگیره. اینقدر از حق ما دور نباشیم، از مهدی ما دور نباشیم، جان آدم فدای اسمش. لا اله این آقا شب و روز گریه یا جدا یادم نمیگیره. وقتی اصل بی صاحب طلب خیمه ها بود یادم نمیگیره. زن بچه دویدن بیرون یه بار دیگه مولاشون رو ببینن، دیدن که اصل بی صاحب آمده، زین زلجنا واژگونه، یال پر از خونه، تنها اومده صاحب را نیاورده، چهل خونی زن بچه ریختن بیرون، وا حسینا، وا محمدا، وا علیا، ناله ها برند شد.
یه دختر عبدالله اومد گفت زلجنا بابام میدون میخواست بره تشنه بود، آی آبی به لبانش داد که او را تشنه شهیدش کرد. من یوسف زهرا گل اهل کسایا من یادگار خاندان مصطفی من حافظ حق و حقوق اهل بیت من بر جمیع اهل عالم مقتدا گویم در هر رگی از غیرتم خون حسین من سینه سوز کشتگان کربلا در انجمن ها در تکایا در مجال خانه عزادار خودم صاحب عزای یبن حسن یبن با امام زمانت هم ناله شو یا بنا جه در بقی جه در مجا جه کربلا جه در خراسان دائر قبر رضای جه کاظم اینم گاه در شهر دمشق با ام ام زینب شریک قصه های ماه غم ماه عزا ماه مهد بر تو بادا تسمیت یبن الازم در ازای جد مظلومت حسین گشت جاری اشهایت از تو ایم شالگم افکنده ای مولا به دوش
ناله از دل می کشی با صد خرون. یا جدا اگه روزگار منو به تأخیر انداخت، اگه نبودم کربلا تو رو یاری کنم. اما هر صبح و شام در مصائب تو گریه می کنم، اگه عشق چشمم خوش بشه برات خون گریه می کنم. کدوم مصائب یاد امام زمان گوشیش فرمودن کی فراموشم شود این خاطرات. کامت شان تو آب فرو کی رود از یاد من شمشیرها، نیزه ها و سنگ ها و تیرها. دیگه چی آقا جان چهره جامعه ها و خیمه های سوخته، زیر مصیبت ها همه جان بر لب، داغدار عمه خود بینم. سه جمله هم از مصائب همه امام زمان، از همه التماس تو امه من نایبت الهیدر است. در تشرفی آقا فرمود من در مصیبت اسیری امم زینب خون گریه میکنم. امه من نایبت الهیدر است، سیدت النساء بسد مادر است. امه من سفیر خون خدا است، همدم هجده سر از تن جدا است. امه من باغ گل دردها صادات مذرت می کن. شیرزنی اسیر نامردها حسین. امه من اوست که در قافله نشسته آورده به جا نافله. ببینم با این یه بیت چه می کنی، همه شهدا امام علما مراجع اولیای خدا نوز ببرنه. امه من قصبه ایوب بود، شاهد قرآن و لب و چون مزن داره که او بهادر نبار. ناله بزن یا حسین، ایدون رو به قبله بنشین. این دستا رو به چشماتون بمالید، این اشک بر عبدالله رو به دستا بزنید، این دست رو به آسمان بلند کنید. خدایا درست بدی، درست گناهکاری، اما خدا با همه بدیمون امشب شب 21 در حسین خونه اونجا ما عرض ادب کردیم.
شما رو به هر کی دوست دارید، به هر کی علاقه مندید، این دستا با آسمان بلند کنید، برای فرج آقا پنج با امانی جیب رو بگیرید. ایشالله برای توی جمعی با آبرو که پیدا میشه کلمشه بخرد که همه که عدم گناهکار که نیسته میگه آبرو هست این وسط کلمشه بخرد. آی خواهرها شما رو به حق عدد زینب شما ناله بزنید، شما گریه کنید، شما از خدای عالم بخواهید. نمیدونم تو دلتون چی دارید با امام عصر، دلم میخواد همه صدا بلند کنن، ملائکه ای را که برای عزای حسین اینجا آمده این ناله ها رو بر ابا عبدالله برن، بر نجف برن، اونا از خدای عالم بخوان انشاءالله این غیبت خاتمه پیدا کنه انشاءالله. حل با صدای بلند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا لیکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا لیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا لیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا لیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا لیکشف السوء، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم حق مولانا الحسين و مولانا صاحب الزمان يا الله. دایت به عزت مقربان درگاهت به حق اهل بیت فرج امام زمان رو برسون، موانع فرج مولامون برطرف بفرما، مقدمات ظهور مولامون را فراهمتر بفرما، همین اصطاعه با فرمان فرج امام زمان دل سوزانش را شاد بفرما، دل مهربانش با ما مهربانتر بفرما، ما را از سربازان مولامون در زمان غیبت و حضورش قرار بده. دعای ما در حق مولامون، دعای مولا در حق ماها مستجاب بفرما، ما را از بهترین یاوران در پای رکابش به حق ما در این صحرا قرار بده، بر ما منت بگذار، فرج آقای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما، رهبر معظم در امانت محفوظ بدار، آنها که یار رهبرند در پناهت حفظ بفرما، آنها که دشمنند هدایت بفرما، و الا به درد دل زینب کبرا شرشون را به خودشون برگردان، به آبروی زینب کبرا مریضامون همه شفای کامل عنایت بفرما، حاجات همه روا بفرما، درد همه را دوا بفرما، قرض همه را ادا بفرما، اونها که به ما رحم نمی کند بر ما مسلط مگردان، امام و مهد، یادگارهای امام، مراجع، شهدا، خود ما، اموات، همه را با اهل بیت محشور بفرما، رحم الله من یقرأ الفاتحه و الصلوات.